دومین روز اسفند ماه برابر با 21 فوریه سال 1055 خورشیدی برابر با 1677 میلادی، در گذشت باروخ اسپینوزا، فیلسوف معروف هلندی که در خانواده یهودی به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی علوم عالی و زبانهای قدیمی مانند عبری را فرا گرفت و در سیاست و نقد آیین یهود مهارتی تام یافت. باروخ از کودکی مایل بود به جای آن همه کینه که میان یهودیان و مسیحیان رواج داشت، محبت را جایگزین کند، اما با بیان و انتشار این افکار باعث شد که کنیسه او را در 24 سالگی به واسطه داشتن افکاری برخلاف تورات از جامعه یهود طرد کنند و از آن زمان تا پایان عمر مجبور بود در تنهایی به سر ببرد. هیچ یهودی حق نداشت به او غذا و پناه دهد یا حتی با او سخن بگوید. از این رو از همه ادیان کناره گرفت و انزوا اختیار کرد. وی در این سالها با صیقل دادن عدسی تلسکوپ ها روزگار می گذرانید و در ذهن به مطالعه و پیریزی بنیاد فلسفی و فکری خود مشغول شد. اسپینوزا طریقه و فلسفه مخصوص به خود را دارد و افکار فلسفیش نزدیک به افکار صوفی است. وی دو رساله منتشر کرد که رساله دوم با نام رساله الهیات می باشد و در آن عقاید خود را تفسیر در تفسیر تورات و تربیت زندگانی اجتماعی مردم بیان کرده است. اما چون این اثر با تعلیمات علمای یهود سازگار نبود، سر و صدایی به پا کرد. از این جهت اسپینوزا دیگر اثری منتشر ننمود. سال 1336 خورشیدی برابر با 1958 میلادی، همه پرسی مردم مصر و سوریه برای تشکیل جمهوری متحده عربی. پس از آنکه مقامات مصر و سوریه قرارداد اتحاد دو کشور را امضا کردند، مردم مصر و سوریه نیز در جریان یک همه پرسی به اتحاد دو کشور تحت عنوان جمهوری متحده عربی رأی مثبت دادند. آنها همچنین جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر را به عنوان اولین رئیس این جمهوری تازه تأسیس انتخاب کردند. چندی بعد در 8 مارس همان سال یمن نیز به جمهوری متحده عربی پیوست. تشکیل این جمهوری در مقابل رژیم اسرائیل بود، اما جمهوری متحده عرب بیش از 3 سال دوام نیاورد. سال 1343 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، کشته شدن مالک شباز معروف به مالکوم ایکس رهبر مسلمانان آمریکا. مالکوم ایکس در سن 4 سالگی شاهد حمله نجات پرستان سفید پوست گروهک کوکلوس کلان به خانه پدرش و آتش کشیدن او بود. مالکوم پس از مرگ پدرش و جنون مادرش در دام تبهکاران مواد مخدر و باندهای سرقت گرفتار شد تا اینکه در حین دزدی دستگیر و به 5 سال زندان محکوم گردید. وی پس از آزادی به عنوان سخنران اسلامی و امام جماعت جامعه هفتم نیویورک انتخاب گردید، اما پس از مدتی بین او و عالی جاه محمد اختلاف نظر افتاد و به تدریج از جنبش امت اسلام خارج شده و گروهی منشعب از جنبش امت اسلام به وجود آورد. او در 40 سالگی در هنگام سخنرانی در یک گردهمایی ترور شد.